اگر حرف یان فلیمینگ به کرسی میشست و تهیه کنندگان جیمز باند مجاب میشدن که قید شون کانری رو برای بازی تو نقش جیمز باند بزنن، چی به سر سکسی ترین بازیگر مرد قرن 20 انتخاب مجله پیپل میومد. بریم یه مرور بکنیم اول چطور شون کانری انتخاب شد برای این نقش و بعد دکتر نو رو با هم ببینیم. در ابتدا سالتمن و بروکلی دنبال کری گرانت بودن که نقش جیمز باند رو بازی بکنه، اما زمانی که گرانت اعلام کرد تنها در یک فیلم فای نقش خواهد کرد، به دنبال بازیگری را افتادن که به یک سری از فیلم ها متعهد باشه. ریچارد جانسون مدعیه که اولین انتخاب کارگردان بوده و قبول نکرده. پاتریک مک‌گوهان همین نقش رو رد کرد. گفته میشه فلمینگ خودش به ریچارد تاد برای بازی در این نقش علاقه داشته. حتی در همون زمان راجر مور برای این نقش کاندیدا میشه، ولی چون خیلی جوان بوده ریجکتش میکنن. پیش از انتخاب کانری یه مسابقه برای انتخاب بازیگرم برگزار شده بود، اما پیتر آنتونی 28 ساله هم با به طبع تهیه کنندگان نبود. در نهایت شون کانری با یه ظاهر ژولیده وارد میشه و با شوخ طبعی دلبری میکنه. البته گفته میشه انتخاب او تا حد زیادی مرهون دانا بروکلی، همسر آلبرت کای بروکلیه، که در متقاعد کردن همسرش برای انتخاب این جوان 31 ساله نقش بسزایی داشت. یانگ پس از انتخاب کانری این بازیگر رو نزد خیاط و آرایشگر خودش برد و سعی کرد او رو با زندگی تجملاتی در لندن، بارها و کازینوها به خوبی آشنا کنه، چیزی که برای ایفای نقش باند حیاتی به نظر می رسید. با توجه به شروع تاسی کانری در همون سن، تصمیم گرفتن که از کلاه گیس برای گریم او استفاده کنن تا با جیمز باندی که مد نظر فلمینگ بود خیلی تفاوت نداشته باشه، اما این باعث نشد که نظر مخالف فلمینگ برگرده. فلمینگ درباره شان کانری اینطور گفته بود: او آن چیزی نیست که من از ظاهر باند تصور میکردم. من به دنبال فرمانده باند هستم، نه یک بدلکار بیش از حد رشد کرده. اما پس از اکران دکتر نو، فلمینگ به حدی تحت تاثیر بازی شون کانری قرار گرفت که در رمان فقط دو بار زندگی میکنی رگ و ریشه اسکاتلندی به پدر مادر جیمز باند داد. سری بزنیم به دکتر نو، اولین نقش آفرینی شان کانری در کالبد جیمز باند. جان استرانگ ویز، رئیس ایستگاه MI6 در جامائیکا، توسط سه مرد که خود رو چون دسته کوران نشان میدن به قتل میرسه. اختلال در ارسال پیام روزانه به لندن رؤسای MI6 رو متوجه رویدادی میکنه که به رسیدگی ویژه نیاز داره و مأمور 207 برای چاره‌جویی به عملیات فراخونده میشه. جیمز باند رو مسئول بررسی این موضوع میکنه که آیا قتل استرانگ ویز به همکاری او با CIA در خصوص پارازیت رادیویی و اختلال در پرتاب موشک از کیپ کارناوال مربوطه یا نه. فیلم دکتر نو در بوکسیت حوالی اوراکابسا در کشور جامائیکا فیلم برداری شده. داستان فیلم در لندن، جامائیکا و جزیره خیالی به نام کرب کی میگذره. فیلم برداری در 16 ژانویه 1962 در فرودگاه پالیسارس در کینگستون جامائیکا آغاز و در 3 مارس به پایان رسید. در شروع فیلم یک تم موسیقیایی جامائیکایی میشنویم و دسته 3 نفره کورها که حرکت خودشون رو از استعاره‌ای در تیترها شروع کردن و بیننده رو هم در شناسایی نیت اصلی خودشون گمراه میکنن. در طول فیلم باز هم با این دسته کورها سر کار خواهیم داشت و قرار نیست باند به زودی از شرشون راحت بشه. بودجه 1 میلیون دلاری فیلم کمترین ریسک رو برای سازندگان در پی داشت و فروش 59 میلیون دلاریش باعث شد انگیزه MGM و UM Production برای سرعت دادن به روند تولید فیلم‌های باند زیاد و زیادتر شه. در این فیلم‌ها با یک مأمور سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا طرف هستیم که میتونه هر گوشه دنیا سرک بکشه و مجوزی برای کشتن داره، و در این سرک کشیدن‌های او ما هم فرصت داریم چیزی به شناختمون از جهان اضافه بکنیم. در اولین فیلم جیمز باند نوبت جامائیکاست و در صحنه‌هایی از فیلم گوشه‌هایی از فرهنگ و زندگی مردم این کشور رو شاهد خواهید بود. یکی دو چالش در فیلمبرداری فیلم وجود داشته. یکیشون راه رفتن روتیل روی پوست جیمز باند هستش وقتی که خوابه. در فیلمبرداری اولیه این صحنه ترانس یانگ از شیشه استفاده میکنه. شیشه رو روی شان کانری قرار میدن و روتیل روی شیشه حرکت میکنه. اما بعد از اینکه تصویرها رو نگاه میکنه از کار راضی نبوده. بنابراین صحنه رو این بار با یک بدل انجام میدن و یک نفر به جای شان کانری میخوابه تا روتیل روی پوست اون حرکت بکنه و تصویر
گرفته بشه. یکی دیگر از صحنه‌های فیلم مواجهه باند با تابلوی پورتری دوک ولینگتون از آثار گویا در دفتر کار دکتر نوست. این نقاشی یک سال قبل توسط یک دزد آماتور 60 ساله از گالری ملی لندن به سرقت رفته بود و برای اینکه در این فیلم استفاده کنن یک کپی را از موزه قرض گرفتن. چالش انتخاب بازیگر برای این فیلم همینجا به پایان نمی رسید. برای انتخاب بازیگر نقش هانی رایدر به عنوان اولین باندگر همکار به سختی پیش رفت. جولی کریستیان به اندازه کافی شهوانی نبود. مارتین بسوویک به دلیل بی‌تجربه بودن و گابریلا لیکودی به خاطر سن بسیار کم مردود شدند. دو هفته قبل از فیلم برداری، اورسولا آندرست پس از اون که عکسش به دست تهیه کنندگان رسید به عنوان بهترین کاندیدای این نقش مطرح شد. کیک داگلاس هم نقشی میانجی در این مسیر ایفا کرده. جالب این که به علت لحجه شدید سوئیسی آندرس بعد از فیلم برداری صدای اون توسط نیکی وندرزیل دوبله شد. این دوبله صدای بازیگران در فیلم‌های بعد هم اتفاق افتاد و صدای وندرزیل همچنان همراه باند موند. یونیکیسون برای بازی نقش سیلویا ترنج انتخاب شد، زنی که او رو در صحنه آغازین فیلم و با معرفی معروف جیمز باند به یاد میاریم. سنا مارشال هم نقش خانم تارو رو بازی کرد. او ظاهراً منشی آقای اسمیت فرماندار کینگستون بود، اما در دفتر او برای دکتر نو جاسوسی میکرد و باند فهمید میتونه از او برای یافتن ردی موثرتر از خائنین و نزدیک شدن به هدف خودش استفاده کنه. مارگارت لوارز هم خانم عکاسیه که از فرودگاه تعقیب باند را آغاز میکنه، زن سرسختی که به باند در خصوص نیت و ماموریتش هشدار هم میده. یکی از نقش های تکرار شونده در فیلم های جیمز باند مامور CIA فیلیکس دیتر هستش، کسی که اغلب به عنوان یک همپیمان به کمک باند میاد و او رو پوشش عملیاتی یا اطلاعاتی میده. در اولین فیلم جیمز باند جک لورد نقش این مامور CIA رو بازی میکنه. پرکارترین بازیگر در سری جیمز باند قطعا لوئیس ماکسوله که نقش مانی پنی رو در 14 فیلم بازی کرد. او همراه با راجر مور از این نقش بازنشسته شد. نقش ام رو در این فیلم برنارد لی ایفا کرده. او در 10 فیلم باند همین کاراکتر رو بازی کرده. در همون ابتدای پروژه مونتی نورمن توسط بروکلی برای موسیقی متن فیلم دعوت به همکاری شد و همراه با تیم اجرایی به جامائیکا سفر کرد. تم موسیقی فیلم توسط نورمن نوشته شده و توسط جان بری تنظیم شده. آهنگساز دیگر فیلم دیوید آرنولد بود. خود آرنولد در مورد موسیقی فیلم اینطور میگه: موسیقی فیلم همه چیز رو در مورد شخصیتی که شما میخواهید نشون میده. گستاخ، پرحاشیه، با اعتماد به نفس، تاریک، خطرناک، وسوسه انگیز و سکسی و غیر قابل نفوذ. باند در صحنه آغازین فیلم یک کت و شلوار شام با رنگ میدنایت بلو یا آبی نیمه شب با یک پاپیون ظریف به تن داره که به اعتقاد مت اسپایر کامل ترین انتخاب و نسبت به زبانه خودش با حذف جلیقه و کمربند آوانگارد محسوب میشه، چیزی که باعث شد این لباس خودش رو از زمان جدا بکنه. سه دست کت‌شلوار دیگه هم جیمز باند تو این فیلم به تن میکنه. یکی شخ خاکستری تیره است با پارچه فلانل، دومی خاکستری روشن با پارچه مهر و یه چکلر خاکستری. تمام کت‌شلوارهای باند در این فیلم توسط آنتونی سینکلر دوخته شده، خریدی در خیابان کاندویت لندن. بریم سراغ ماشین جیمز باند و بحث رو جمع بکنیم. این نخستین ماشین سواری جیمز باند محسوب میشه. در مسیر خونه خانم تارو صحنه تعقیب و گریز جانانه در میگیره و جیمز باند برای نخستین بار مهارت خودش در رانندگی رو به رخ میکشه. در این فیلم جیمز باند یک استانبین آلپاین مارک 2 با رنگ آبی نقره‌ای ساخت انگلستان سوار میشه. این سری از خودرو در سالهای 1960 تا 1963 تولید شدند. حجم موتورش 1592 سیسیه و 80 اسب بخار قدرت داشته. حداکثر سرعت این ماشین 158 کیلومتر بر ساعت بوده و با 0 تا 113.6 ثانیه یک ماشین اسپورت در زمان خودش محسوب می‌شده. قیمت این خودرو 1110 پوند بدون احتساب مالیات بوده. دکتر نو آغازی بر مسیر هیجان انگیز یکی از بزرگترین قهرمان های سینماست.
فیلمی که پس از گذشت 6 دهه از تولید همچنان تماشایی است و به لطف هنرنمایی درخشان شان کانری جذابیت خودش رو حفظ کرده. امیدوارم دیدن این برنامه دریچه‌های تازه‌ای از فیلم دکتر نو رو براتون باز کرده باشه. ممنون از اینکه وقت گذاشتین و تماشا کردین.